حمله شدید حسن آقامیری به حکومت و دولت به خاطر جراحی اقتصادی که انجام داد و که نتیجهش رو توی ماه‌های اخیر داریم می‌بینیم و تورم و گرونی شدید کالاهای اساسی و فقری که مردم دچارش شدن. با ما همراه باشید، صحبت‌های جنجالی حسن آقامیری رو می‌شنویم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. خب توی ماه‌های اخیر تورم بی سابقه ای رو توی کشورمون شاهد بودیم و خیلی از چیزها مثل دلار و سکه رکورد شکنی عجیبی رو تجربه کردش و همه اینا ناشی از اون جراحی اقتصادی بودش که از ابتدای امسال توسط دولت آقای رئیسی انجام شدش. حسن آقامیری توی صحبت‌های ضمن حمله به دولت آقای رئیسی گفتش که تا کی قرار مردم فقط هزینه اشتباهات شما رو بدن؟ اگه میخوای جراحی اقتصادی هم انجام بدید، چرا از خودتون شروع نمی کنید؟ چرا همش مردم باید موش آزمایشگاهی باشن و هر بلایی که قراره اتفاق بیفته سر مردم بیاد؟ شما که میدونید با حذف سوبسید و یارانه کالاهای اساسی چه اتفاقی قرار بیفته؟ پس یا حذف نکنید این سوبسیدا و یارانه ها رو، یا هم اگه حذف میخواید بکنید درست و کامل این کار رو انجام بدید، نه که تو جاهایی که به نفعتون هست اون رو حذف نکنید و هر جا که به مردم قرار فشار بیاد این کار رو انجام بدید. چرا نظارتی روی بازارهای مختلف نیست؟ الان قیمت مرغ برای چی اینقدر افزایش پیدا کرده؟ مردم ما مردم شریفی هستن، با جراحی اقتصادی و اینجور چیزا مشکلی قطعا ندارن، ولی به شرطی که مطمئن باشن قرار یه روز اوضاع بهتر بشه. قطعا همه مردم حاضرن هر جور سختی رو تحمل کنن به شرطی که 5 سال دیگه 10 سال دیگه اوضاع درست بشه و این جراحی اقتصادی نتیجه بده. ولی خب هر دولتی میاد تئوری های اقتصادی اشتباه خودش رو برای مردم پیاده سازی میکنه و هیچ کس هم بعدن پاسخگو نیست. الان از اشتباهاتی که توی دولت‌های قبلی اتفاق افتاده کدوم یکی از دولت‌ها درس گرفتن یا برای اشتباهاتشون مجازات شدن؟ بیایید برنامه‌تون رو خیلی شفاف با مردم در میون بذارید، از 4 تا اقتصاددان و کسی که بلد این کار هستم استفاده بکنید و بعدش بیاید یک کاری رو شروع بکنید. الان هر برنامه و پلن اقتصادی که توی دولت‌های مختلف اجرا میشه بیشتر از این که به درد مردم بخوره و برای مردم منفعت داشته باشه، فقط عاملی شده برای رانت بیشتر مسئولین و سوء استفاده‌هایی که از این طرح‌ها انجام میدن. بریم با هم بخشی از صحبت‌های حسن آقامیری رو در مورد جراحی اقتصادی دولت و اتفاقاتی که در ماه‌ها و سال اخیر اتفاق افتاده رو بشنویم. چرا از سفره مردم؟ از سفره دولت شروع میکردی؟ شما وکیل مردمید، وکیل بدون اذن موکلش حق نداره کاری بکنه. آقای دولت محترم که دارید الان جراحی اقتصادی میکنید، اولا که یه بدنیه 100 تا غده سرطانی توش، اگه یه دونشو دراری بقیهشو بذاری بمونه تو اینو درمان نکردی یا؟ تو فقط درد اینو بیشتر کرد. برنامه‌تون برای بقیه غده‌های سرطانی چیه؟ تمام رانتا رو باید حذف کنید اگه میخواید واقعا کار درست انجام بدید. دولت بزرگ پرخرج پرمصرف پررانت، تو از خودت شروع کن. ما بفهمیم آقا وزارتخونه شروع کردن، دولت کوچیک شده، خرجش کم شده، بگه آقا من دولتم، من قبلا خرجم 1000 میلیارد بود، الان ببین اینقدر شده خرج من خرجم آوردم پایین، نباید به شما فشار بیارم. بعد تمام این مجوزات بیخودی رو باطل کردم، تمام این معافیت‌های علکی رو باطل کردم، تمام این شرکت‌های گردن کلفت دولتی که باز سازمان‌ها و نهادها دارن پول در میارن مالیات نمیدن، همه دارن دیگه مالیات میدن، دقیقاً مالیاتشون رو می‌گیریم، مورو اماس می‌کشیم. ما بفهمیم باری کلا دولت خواصش به خودش است. حالا میگید آقای ملت شما این درد رو تحمل کنید، این کمک خرجم هست، همش هم هست، نه که یه بخشش رو بدی، همه حقت هم بد میدم، قیمتام آزادسازی میشه، جلو قاچاقو گرفتم، لطمه نزدم به آیندگان. ما میدونیم آقا 10 سال فشاره، بعدش رفاه آزادی، بعدش دیگه اقتصاد درسته، ولی نه که هی فشار فشار فشار، هیچ خبری هم نیست. بعدم توقع دارید همه سکوت کنه، تا میاد 4 تا دلسوز حرف زنن سری آقا احساس خطر میکنه. بابا ما دلسوز مملکتمونی. خب دوستان، این بودش صحبت‌های حسن آقامیری در مورد جراحی اقتصادی که در دولت آقای ابراهیم رئیسی اتفاق افتاد و اتفاقاتی که از بُعد اقتصادی برای مردم در همین 1 سال اخیر افتاد.
اتفاقاتی که با حذف خیلی از یارانه‌های اساسی توسط دولت اتفاق افتاد و همین باعث شد که خیلی از کالاهای اساسی مثل مرغ و گوشت و تخم مرغ افزایش قیمت قابل توجهی داشته باشد. حتما نظرتون رو بر ما تو بخش کامنت ها راجع به این طرحهایی که دولت در یک سال اخیر انجام داده برامون تو بخش کامنت ها بنویسید و بهمون بگید که چقدر با این طرحها موافق هستید و به نظرتون چقدرش درسته. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.